سلام دوستانت عزیز، خیلی خوش آمدید به یک برنامه دیگر از چینل ایمزدن. خب دوستا، امروز یک ویدیو جالب به دست ما رسید که خواستیم برنامه رو بگیریم. یک ویدیویی که هرات از سال 2016 نشون میده و تقریبا 22 دقیقه هم هست که اگر شد در یک قسمت ما چی میکنیم، اگر نشد در دو قسمت ویدیو بررسی میکنیم خود شما عزیزا. و یک ویدیو دیگه هم به دست ما رسیده که تقریبا از سال 72 سال 1993 میلادی برابر با سال 1372 که هرات در 31 سال پیش نشون میده. اول ویدیوی سال 2016 خودش رو بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ ویدیویی که در سال 1993 گرفته شده. از شما دعوت میکنم که حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. اگر تا حالا چنل نمیزدن نشده، لطفا چنل نمیزدن سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن داشته باشین تا از آخر نوبت چنل هم با خبر باشین. خب دوستا، بریم با هم دیگه برنامه ببینیم. ان شاء الله دوباره در خدمت شما عزیزا هستم. خب دوستان عزیز، قسمت میدان هوایی هرات یا میدان بین المللی هرات که در سال 2016 چنین شکلی داشته که فکر میکنم تغییرات خاصی نیامده باشه و ما که سفر خارجی نداریم که بریم بعد میدان هوایی رو شاید بر هر چند سال یک بار ببینیم. ممکنه کسی از عزیزا سفر خارجی داشته باشه و بره. خب دوستان، سرک میدان هوایی هرات و سرک پول پشتو، سرک امام بخاری که فعلا هست، پول پشتو و تل دریا فکر میکنم اسم ازی بود که دقیقا میشه همون قسمت پارک ظاهر شاهی. خود سال رسیدیم تانک مرکز. تانک مرکز در سال 2016 دقیقا میشه 8 سال یا 9 سال پیش. جاده تایر فوشنجی یا جاده درب خشک میگیم. با دوستا، جاده قواندنی همنیه هراته. فکر میکنم روز جمعه بوده به خاطر که زیادتر دکان ها بسته و بعد دقیقا بعد روز جمعه بوده باشه. کوچه صاحب زاده دوستا در قسمت جاده زرنگاری ها بغل مسجد جامعه هرات که هست، مسجد جامعه بزرگ هرات. و فکر میکنم که این دوست ما دیران خانه از اونجا بود یا خود دوست داریم. و بعد جاده زرنگاره یا جاده مسجد جامعه که میگن، یه جاده شمالی مسجد جامعه یا جاده سلطان فضل‌الدین غوری. چه گل ها که در حال ساخت بوده در سال 2016 و حالا که بیانچه نمایزی بایم داره در این قسمت هم اینا ساخت نشده بوده. یک هتل اینا جلو برای من سال 2016 بعد ساخته نشده، شاید هم نشده بوده. خودستا سرک شهر نمه شوق شهر نو. جاده مهدی هیروی یا جاده صرافی ها که میگن. دوستو در قسمت از ارگ هرات فیلم گرفتن که معلومات من در که دادن هم انگلیسی و هم به فارسی و خیلی کار عادی و پسندیده.
کل سرموزیز داخل حلقه هراته یا داخل قلعه اختیار الدین. قلعه اختیار الدین یکی از زیباترین بناهای تاریخی در سطح هرات یا در سطح افغانستان محسوب میشه که یکی از بزرگترین و زیباترین بناهای تاریخی در کل افغانستان محسوب میشه. بنای تاریخی عوض چهارسوه که عوض چهارسوه یکی از 850 آبده تاریخیه که در هرات وجود داره. بیم داخل خود حوزه. خب دوستو پس جاده قماندانی امنی هرات با یه همچرک سینما. جاده باغ آزادی دوستو دقیقا نمیخوام که این جیب کجایه، شاید اگه بنویسم که بهتره. فکر میکنم کتاب خانه اما باشه اینجی، شاید هم نمیشه کتاب دیگه باشه که دقیقا نمیفهمم و کاش که میرمشتم اینجی کجا هست. خب دوستو سرک شهزاده ها یا مناره های هرات، به یه مقبره گیر شد بگم که من قبلا مستند درست کدوم در داخل چنل موجوده، اگر نایده لطفا بریم ببینیم و یک مستند خیلی جالبی هم هست. خب دوستان مقبره گوشادگان در زمان جنگا کلن از چی افتاده بود و کلن تخریب شده بود و پس دوباره بازسازی ها صورت گرفت و توسط فکر کنم سازمان یونسکو دوباره پس جور شد و دوباره بازسازی شد و یه قبرهایی که از خودش گوشادگان و فکر کنم فرزندان از باشه. دوستا جاده بامیخونی ها جاده یکی به فیلم به اسم ابو مسلم یاد میشه و امروز مارکت ها امپراتور ندرست نشد بوده و سال به سال تغییرات زیاد میمیه به هر قسمت از شهر هرات که واقعا جای افتخاره که سال به سال پیشرفت داشته باشیم و سال به سال داخل شهر زیباتر و بهترتر بشه. قسمت فلکه 29 حمل و قسمت عزیزی باز بود که قبلا در اونجای موقعیت داشت با حاله از اینجا رفته.
خب دوستا سرک 64 متره. تصویر موج داره، فکر کنم از وسط گرم بوده هوا، تصویر موج داره. خیابان فردوسی جاده مخابرات سنجی در سال 2016 دقیقا 8 سال یا 9 سال پیش. خیابان نوایی از جاده موز به طرف باغ آزادی دو سال که سیمتر خود ما با شما کنید. قسمت های کودکستان بی به سومیه و در داخل جاده چندان تغییرات نیامده و فعلا هم تقریبا به همین شکل حفظ شده. خب دوستا کم کم نزدیک میشه با باغ آزادی یا مو فلکه باغ آزادی که هست. این قسمت ها واقعا چیه بیشتره بود خیابان دانشجو. خب دوستان عزیز، قسمت نهم هم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین. خب دوستا، قسمی که دوست ما تونستن ویدیو بفرستن، شما هم میتونین ویدیو رو بفرستین به آیدی تلگرام که در زیر نوشته میشه. حتما اگه ویدیوهای دارین که از قدیمه و عکسای هم که دارین از قدیمه، از هرات، از داخل هرات، بتونین با خیال راحت بفرستین و ما برنامه میگیرین، ان شاء الله در برنامه یادها و خاطره ها نشر بکنیم و با هم دیگر میبینیم. خب دوستا، تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه با ما همراه بودین. اگر از ویدیو راضی بودین و ویدیو دوست داشتین، حتما ویدیو رو لایک کنین، ما رو حمایت کنین و نوتیفیکیشن داشته باشین تا از آخرین آپدیت های کانال با خبر باشین. تا برای بعدی شما رو به علای بی‌نیاز می‌سپارم. روز روزگار خوش.